سید الشهدا علیه السلام مظهر تام و تمام صبرن، آقای صبر، نماد صبر، وجود مقدس امام حسین هستن. ما باید چه کار کنیم که این حقیقت صبر تو وجودمون جا بیفته؟ راه حل صبور شدن چیه؟ میخوایم بیشتر به این بپردازیم که اگه بخوایم فشار توی زندگی ما کم بشه باید چه کار کنیم. نکته دوم، برای اینکه مصیبت ها آسان بشه فرمودن همیشه سعی کن غم و غصه و مصیبت خودت رو با اونایی که از تو یه درجه مصیبتشون بالاتره مقایسه کنی. آدم وقتی خودش رو با کسانی که مصیبتشون سنگین‌تره مقایسه میکنه، سختی ها بر دوشش سبک میشه، دیگه اونقدر احساس فشار نمیکنه، سعی میکنه نیمه پر لیوان رو هم ببینه. فرمودن همیشه تو زندگی عادت کن خودت رو با کسانی که پایین تر از تو هستن مقایسه کن. اگر خداوند متعال یک خسارت مالی بزرگی به تو زد و فقیر شدی، بگو خدا را شکر خیلی ها هستن که الان پول که ندارن هیچی، خانوادهشون هم از دست دادن. خدا را شکر خیلی ها هستن که پولشون که از دستشون رفت آبروشون هم رفت. باز هزاران بار خدا را شکر که من الحمدلله ولو المنه آبروم سر جاشه، الحمدلله که خانوادم سر جاشه. یک کسی اگر فرزندش خدا ازش گرفت، بگه خدا را شکر خیلی ها بودن فرزندشون با بلا و مصیبت های خیلی سختی از دست رفت، باز الحمدلله این به آسانی از دست رفت، خیلی به سختی و فشار دچار نشد، راحت جون کندش. هر مصیبتی رو که شما انگشت بگذارید و راجبش فکر بکنید، مصیبتی برتر و بالاتر از اونم پیدا میشه. هر فقری یه فقری بالاتر از اونم پیدا میشه، هر بلایی یک بلایی بالاتر از اونم پیدا میشه. ولذا انبیاء الهی و اولیا دعوشون بر این بوده که در مصیبت ها و بلایا یکی از کارهایی که میکردن این بوده که به مصیبت های بالاتر نگاه میکردن. امام صادق علیه السلام فرزندی داشتن به اسم اسماعیل. خیلی امام صادق این فرزند رو دوست داشتن و خیلی بهش احترام میکردن و اصحاب امام صادق هم خیلی این فرزند رو دوست داشتن، از جمله جناب مفضل ابن عمر که روابط خیلی صمیمی با جناب اسماعیل داشت. خب بارها شنیدید این اسماعیل در دوران جوانی به رحمت خدا رفت و امام صادق علیه السلام خودشون آمدند و جنازه مبارک رو دفن کردند و بر حضرت خیلی سخت آمد از دنیا رفتن اسماعیل. یه موقع یکی از اصحاب صدا کردن فرمودن برو پیش مفضل، حالا امام صادق پدر اسماعیلن، از طرف من به مفضل تعزیه بگو، تسلیت بگو و به مفضل بگو که انا اصبنا به اسماعیل فصبرنا فصبر کما صبرنا. حال مفضل خیلی دگرگون شده بود، زیر و رو شده بود، خیلی به فکر جناب اسماعیل بود. گفتن برو به مفضل بگو که من که پدرش بودم و مبتلا شدم به رحلت اسماعیل، من صبر کردم، تو دیگه از پدر که نزدیکتر نیستی، حالا تعبیر از بنده است. اگر منی که پدر هستم و مصیبت برام سنگین‌تر و دشوارتر صبر کردم، تو که صرفا رفاقتی با اسماعیل داشتی و صمیمیتی داشتی، تو شایسته تر هستی که صبر کنی و تحمل بکنی. توی هر مصیبتی آدم میتونه یک درجه سخت‌ترش رو تصور کنه اگر دور و برش اطرافش کسی رو پیدا نکرد که بخواد خودش رو با او مقایسه بکنه، لااقلش میتونه بشینه تصور کنه که چه سختی‌های دیگری وجود داشته، چه بلاهای دیگری وجود داشته و میشده بر سر انسان بیاد و بر سر انسان نیامد. اینم راه دوم برای اینکه انسان مصیبت‌ها تو چشمش کوچیک بشن، فشار رو از دوش خودش برداره تا حالا بعدن استقامت پیدا کنه در مقابل مصیبت‌ها و بلاها بایسته.